شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحادیه چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. خیلی تشکر میکنم و در خدمت شما هستم. بفرمایید. جناب پارسابناب، میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به اخبار ایران و جهان و اینکه در چه رخ میدهد و چه رویدادهایی است، ولی چون در اسفند ما هستیم، بعد هم 14 اسفند روز درگذشت دکتر محمد مصدق، این انسان شریف و صادق و خدمتگزار و یکی از چهره‌های افتخارآمیز بشریت، و همینطور 29 اسفند سال روز ملی شدن صنعت نفت رو داریم. میخواستم در این مورد برای شنوندگان به ویژه برای جوانان توضیح بفرمایید، بازم با توجه به این تاریخ تحریف کنندگان و این گریزانان از حقیقت و حق سعی میکنن هر روزه و همه روزه از این روزها رو از حافظه تاریخی مردم ایران پاک کنن. بعد یک اتفاقا در یکی از این تلویزیون های ساخت و پرداخته بیگانگانه است، یک برنامه سازی خودشو معرفی میکنم، میگم من برنامه سازم، یعنی برنامه میسازم و نه اینکه اطلاع رسانی میکنم یا آگاهی میدم به مردم. میگفتش که خط قرمز من کودتای 28 مرداده. یعنی این تلاش ها و این دست و پا زدن های مذبوحانه و واقعا هدفدار در راستای زدودن اندیشه های سلامت جامعه رو، بخواستم در این مورد توضیح بفرمایید. به طور کلی در تاریخ اعتراض به حکومت های در بررسی خود تاریخ ضرورتاً به این شکلش نیست که فقط یک مردم، یک نوع مردمی به تاریخ خودشون بیشتر توجه میکنن. بعضی وقتها بعضی از ایرانیان این تصور رو دارن که فقط مردم ایران هستن که مثلا روی وقایع بزرگ تاریخ معاصر ایران مثل انقلاب مشروطیت یا 28 مرداد یا سی تیز و یا خود انقلاب 57 اینقدر تاکید میکنند. این واقعیت نداره. شما اگر نگاه کنید میبینید که ملل دیگر هم کاملا مثل مردم ایران روزهای شاد خودشونو در تاریخشون جشن میگیرن و به وقایع ناگواری که در اون کشورها اتفاق افتاده عموماً سوگواری میکنن. شما توجه کنید مثلا بعد از سالها سال، یعنی منظورم بیشتر از 125 سال 103 سال، شما امسال دیدید که یکی از بهترین فیلم هایی که در آمریکا تهیه شده داستان زندگی سیاسی آبراهام لینکلن، دقیقاً، که حتی جایزه هم برد و مورد تشویق هم قرار گرفت. یک جریانی، یعنی طرف اومده در این فیلم از یک بودی به این رئیس جمهور آمریکا آبراهام لینکلن نگاه میکنه که قبلا مورخین یا سینماگران، اونهایی که راجع به لینکلن نوشتن، اونجوری نگاه نکردن. این یک جور دیگری نگاه کرده، ابعاد کاملا اون نامعلوم زندگی سیاسی آبراهام لینکلن رو به روی پرده سینما آورده و مورد تشویق مردم قرار گرفت. یا به عبارت دیگر میشه گفت، مثال دیگری بزنم که نزدیک به حالا بعد از در واقع
دقیقه میشه 50 سال از ترور قتل جان اف کندی میگذره. شما اگر توجه کنید در آمریکا در عرض این 50 سال گذشته بیشتر از 100 فیلم سینمایی، از شبت زورتون 200 فیلم تلویزیونی و دقیقا تعداد کتاب هایی که راجع به قتل این کندی رئیس جمهور آمریکا نوشتن سال 1963 که اتفاق افتاد، خب ببینید چقدر زیاده. بله، در نصف مردم ایران هم به درستی مثل مردمان دیگر جهان به روزهای بزرگ تاریخ خودشون توجه میکنند. اون روزهایی که غم‌انگیز، دردناک، فلاکت‌باره، به اون وقایع نگاه میکنند و اعلام در واقع همدردی میکنند و روزهای خوش و شادی رو هم جشن میگیرند. این در صورتی که بعضی ها مخصوصا در تلویزیون های تلویزیون من متوجه شدم که میگن مثلا بخشی از ایرانیان به 28 مرداد مثلا 28 مرداد را عاشورا کردند. خب مسلمن 28 مرداد وقایعی که بعد از 28 مرداد در تاریخ ایران اتفاق افتاده که تا امروز ما در واقع شاهد شخصی که امروز در جامعه ایران اتفاقاتی که میفته ناشی شد از اون زریان دردناک و فلاکتباری که 60 سال قبل در 28 مرداد سال 1330 به دو اتفاق افتاد. یک دولت ملی و دموکراتیک سرنگون شد و جای اونو یک عده آدم هایی گرفتن که تمام نیروها را در اون 26 سالی که حکومت کردن، تمام نیروهای دموکراتیک ملی، تمام احزاب و سازمانهای مدنی رو به طور فیزیکی از بین بردن و شرایطی به وجود آوردن که وقتی که خود اونها از نفس افتادن و در ایران مردم انقلاب کردن، انقلاب بلافاصله توسط اون نیروهایی که شرایط رو داشتن که متشکل بمونن، یعنی بنیادگرایان اسلامی تحت رهبری خمینی، اوضاع را در دست گرفتن و امروز بعد از 35 سال ما عواقب این جریانات رو میبینیم. پس در نتیجه 28 مرداد دیگه مسلماً در تاریخ ایران هر سال مردم از 28 مرداد مراجعه خواهند کرد، عزاداری خواهند کرد، مسلماً به خاطر اینکه اتفاقی که اون زمان یعنی 60 سال قبل اتفاق افتاد در واقعی 28 مرداد، امروز بعد از 60 سال ما عواقبش رو امروز در خیابان‌های ایران، در کوچه خیابان‌های ایران، در شهرهای ایران، در دهات ایران شاهدش هستیم. یه وقایع دردناکی اتفاق میفته که اگر یه مورخ، یک دانشجوی تاریخ مثل من بخواد به آرجن، به اصل این جریانات توجه بکنه، حتما باید حداقل باید بره به اوضاعی که اون زمان در ایران منظر به کودتای 28 مرداد، فاجعه ملی 28 مرداد شد. بله، این که من فکر میکنم که بله توجه به وقایع بزرگ، مثلا ما امروز در اسفند ما هستیم، در روزهای اسفند هستیم. خب اگر به فقط مروری بکنیم میبینیم که در اسفند ما وقایع بزرگی در ایران اتفاق افتاده که خیلی خیلی مهمه. مثلا سوم اسفند، بله، کودتای اسفند سال 1299 کودتای سی‌سیا رضاخانه، بله، علیه دولت مشروطه سلطنتی، بله، علیه دولتی که مردم ایران با انقلاب خودشون به وجود آوردن و یک دولت مشروطه سلطنتی رو به وجود آوردن. بله، اون زمان در تاریخ خاورمیانه بی‌نظیر بود. جوانان ایرانی باید بدونن که مردم ایران در سال 1904 یعنی 13 سال پیش در کل اون خاورمیانه که امروز میگم خاورمیانه بزرگ، بخشی از آسیای مرکزی، بخشی از آفریقای شمالی رو هم در بر میگیره این خاورمیانه بزرگ،
ایران اولین کشوری بود که یک انقلاب بزرگ مشروطه رو به وجود آورد. مردم ایران و با دخالت خودشون در سرنوشت خودشون این انقلاب رو به وجود آوردن و اون زمان با تاریخ تمام کشورهای خاورمیانه مقایسه میکنیم میبینیم که بی‌نظیر بوده، حتی با دولت‌های کشورهای همسایه خودمون مثل اون زمان دولت عثمانی در ترکیه امروز و امپراتوری تزارهای روسیه، که اونجا حتی حرکت‌های مردم به انقلاب نزدیک شد ولی نابود و سرکوب شد، در ایران پیروز شد. اونجا این پیروزی بعد از به گول کسروی 18 سال با کودتای سیسیا و رضاخان که بعدم پادشاه ایران شد از بین رفت. اینو باید جوانان بدونن که حداقل این نظرگاه، این حکایت، این روایت از تاریخ ایران وجود دارد که انقلاب مشروطیت ایران رو کودتای ننگین سیسیا رضاخان در سوم اسفند سال 1299 که میشه 21 فوریه سال 1921 از بین بردن. بله. یا مثلا شما فکر کنید که نهم اسفند سال 1331 یک جریان بسیار بسیار بزرگیه در تاریخ ایران، به خاطر اینکه دکتر محمد مصدق که اون زمان نخست وزیر ایران بود، رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران بود و موفق شده بود که دوباره برای اولین بار در کشورهای خاورمیانه و در کشورهای جهان سوم اون زمان تمام کشورهای آفریقا و آسیا، این دولت موفق شده بود یک زریانی رو در تاریخ ایران به وجود بیاره که بعداً سرمشک کشورهای دیگه شد، ملی کردن منابع طبیعی یک کشوری که متعلق به مردمشه، متعلق به کمپانی ها و خصوصی سازمان های خصوصی نیست. ما اومدیم اینو، این منبع بزرگی که همون نفت ایران بود، ملی شد اون زمان در ایران. خب این خیلی مهم بوده که وقت اونایی که مخالفت با این جریان میکردن، حتی پادشاه و دربار، اینها تا نهم اسفند همان سال هنوز مصدق اعتقاد داشت که میتونه پادشاه جوان ایران رو قانع بکنه که با کودتاسیان نرند. بله. با دولت ملی بمونه. یعنی ببینید ایشون تا آخرش کوشید، تا اینکه در نهم اسفند با چشمهای خودش دید که دربار پادشاه جوان ایران برنامه ریختن که ایشون رو به طور فیزیکی از بین ببرن. بله. در نتیجه ایشون از اون زمان دیگه نهم اسفند 1331 هیچ وقت دیگه به ملاقات پادشاه ایران نرفت، یعنی تا کودتای 28 مرداد دیگه ملاقاتش نکرد. چون آخرین ملاقات که نهم اسفند اتفاق افتاد، ایشون دید که پادشاه ایران برای این برنامه چیزه که این بیاد به دربار به ملاقات پادشاه ایران و یه عده آدمهایی را آورده بودن جلوه اون کاخ، اون دربار، که مصدق رو عملا ترور بکنن، از بین ببرن. و اون زمان تروریست ها در ایران وجود داشتن، به دکتر حسین فاطمی حمله کرده بودن قبلا، بعدن احمد کسروی رو کشته بودن، فدایان اسلام اون زمان وجود داشتن. و امروز ما تمام مدارک و اسنادش اومده بیرون که فدایان اسلام و آیت الله کاشانی ماها قبل از این که دکتر مصدق با جریان توطئه نهم اسفند 1331 روبرو شه، خودشون با کودتاسیان هم کاری میکردن. در نتیجه به نظر من خیلی مهمه که جوانان این نکات بزرگ یا وقایع بزرگ تاریخی ایران رو از نظرگاهی نگاه کنن، اقلا که این نظرگاه هم در دوران پهلوی ها هم در دوران رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت برملا نشده. یعنی امروز امکان نداره اون تحلیلی که ما از اوضاع ایران زمان مصدق میدیم در نشریات داخل ایران منتشر بشه، امکان نداره. بله. و خب این در
در زمان سلطنت پهلوی هم همینجوری بوده، حالا هم همینجوری. پس بهتر جوانان ایران که اینقدر درصد قابل توجهشون به تاریخ ایران علاقه دارن، و همه قرار نیست که به تاریخ علاقه داشته باشن یا همه بله دنبال تاریخ باشن، ولی یه درصدی از جوانان ایران که برای من خیلی خیلی تعجب‌آوره و در واقع باعث خوشحالی من میشه، به تاریخ معاصر ایران خیلی علاقه دارن، به شخصیت‌های بزرگ تاریخ ایران علاقه دارن، راجع به اینا مطالعه بکنن و بنویسن و از نوشته‌هایشون کاملا معلومه که یه بخشی از جوانان در ایران، چه اونایی که در دانشگاه هستن چه اونایی که در به دانشگاه راه نیافتن، به تاریخ معاصر ایران علاقه دارن. دقیقاً.